مردان اندیشه پدید آورندگان فلسفه معاصر افسون فلسفه تحلیل زبان دو واژه فلسفه زبان و فلسفه تحلیل زبان هر دو به یک معنا به کار برده می شوند و مفهوم آن یکی از روش های فلسفی است که عمدتا در جهان آنگلوساکسون به وجود آمد و رشد کرد و در دهه های 1940 و 1950 به بار نشست و تقریبا بر هر کسی که از آن زمان تا کنون فلسفه پردازی کرده تأثیر گذاشته دو مرکز بزرگ فعالیت در این زمینه یکی آکسفورد و دیگری کمبریج بود برجسته ترین شخصیت در آکسفورد جی ال آستین بود و از او گیل رای و در کمبریج هم ویتکنشتاین بود که هیچ کس با او قابل مقایسه نبود این افراد و کسان دیگری که در جریان بودند طبعا با هم تفاوت‌هایی داشتند ولی به بعضی اصول مشترک هم قائل بودند شاید مهمترین این اصول را بشود به این شرط بیان کرد فیلسوفان از زمان سقراط به بعد پرسش‌هایی از این قبیل مطرح می‌کردند که حقیقت چیست یا زیبایی چیست یا عدالت چیست و ظاهرا همیشه این فرض مسلم مطرح بوده که هر یک از این الفاظ نماینده چیزی است یعنی چیزی شاید نادیدنی و مجرد که به هر حال دارای وجودی مستقل از کاربرد الفاظ و متعلق به خودش است گویی فلاسفه میخواستند به پشت مسئله یا به پشت زبان نفوذ کنند و به حقیقتی غیر زبانی برسند که در ورای الفاظ قرار دارد بعد فلاسفه تحلیل زبان آمدند و گفتند که این خطایی بزرگ است و به علاوه خطایی است که به اشتباهات جدی دیگر در تفکر ما منجر می شود گفتند هیچ موجود مستقلی نیست که لفظ به آن بستگی داشته باشد زبان را بشر آفریده ما الفاظ را پدید آورده ایم و کاربردشان را معین کردیم درک و فهم معنای لفظ مساوی با دانستن چگونگی کاربرد آن است و بس مثلا در مورد مفهومی مانند راستی وقتی کسی کاملا فهمید که چطور واژه راستی و کلمات مربوط به آن مثل راست و راستگویی و نظایر آن را درست به کار ببرد آن وقت کاملا معنای کلمه را فهمیده و این معنا چیزی جز حاصل جمع کاربردهای ممکن واژه نیست موجود مستقلی نیست که در فلان قلمرو غیرزبانی وجود داشته باشد در مرحله بعد فلاسفه تحلیل زبان گفتند که تنها راه رضایت بخش تحلیل مقولات فکری بشر یعنی مفاهیمی که بر پایه آنها سعی می کنیم خودمان را در جهان تعیین کنیم و با هم دیگر مفاهمه و رابطه متقابل برقرار نماییم تحقیق در چگونگی کاربرد واقعی آن مقولات و مفاهیم است و فلسفه تحلیل زبان چیزی جز انجام این گونه تحقیقات نیست و همین دلیل معروف این کتاب در فلسفه تحلیل زبان نوشته ویتکنشتاین تحقیقات فلسفی نام معمولاً است معمولا چنین تحقیقی هر بار در مورد یکی از مفاهیم صورت می گیرد مانند مفهوم ز که کتابی است به قلم گیلبرت رایل و احتمالا دومین کتاب معروف در فلسفه زبان محسوب می شود تا چند سال پس از انتشار این دو کتاب کتاب رایل در 1949 و کتاب ویتگنشتاین در سال 1953 تحلیل زبان فلاسفه را سخت افزون کرده بود و تقریبا نحوه عمل هر کسی که در جهان انگلیسی زبان به کار فلسفه می به گونه ای از آن متأثر بود. کسی که برای بحث درباره این موضوع در اینجا حضور دارد چندین سال را در کمبریج و آکسفورد گذرانده. برنارد ویلیامز یکی از دو استاد صاحب کرسی فلسفه در دانشگاه کمبریج است که خود در اوج رونق فلسفه تحلیل زبان در آنجا دانشجوی دوره لیسانس بود. برنارد ویلیامز فلسفه تحلیل زبان به منظره پوش کردن به رویدادهای گذشته بود و آنچه در گذشته روی بود عمدتا پوزیتیویسم منطقی بود به عبارت دیگر پوزیتیویسم منطقی مکتب و مشرب یک نسل بود و فلسفه تحلیل زبان مکتب و مشرب نسل بعد پس یکی از راه های توصیف بیشتر فلسفه تحلیل زبان که من مختصرا در مقدمه بحث با آن اشاره کردم صحبت درباره تضاد بین آن فلسفه و پوزیتیویسم منطقی است تصور می کنم در آن زمان آگاهی ما از تفاوت با پوزیتیویست های منطقی بسیار زیاد بود و شاید بیشتر از آگاهی کسانی بود که بعدها به آن پرداختند به نظر من تفاوت عمده این بود که پوزیتیویست های منطقی علم را معیار گفتار معنیدار انسان می دنستن. البته تصدیق می کردن که اشکال دیگری از گفتار هم وجود دارد ولی معنیدار بودن آن گفتارها را با شاخص علوم می سنجیدند فلسفه به نظر آنها فلسفه علم بود در صورتی که پیروان فلسفه تحلیل منطقی به علت آن خداگاهی متوجه انواع مختلف گفتار انسانی بودند و عقیده داشتند که غیر از معانی علمی بسیاری شیوه های سخن گفتن و انواع متعدد معانی هم وجود دارد و کاری که باید بکنیم پی بردن به این است که آن انواع مختلف و همینطور نوع علمی چگونه عمل می کنند نه اینکه سعی کنیم همه چیز را با معیار علم بسنجیم و بقیه را بی معنا بدانیم پوزیتیویست های منطقی سراحتا می هر قضیه که از طریق تجربه تحقیق پذیر نباشد بی معناست اینطور نیست؟ <applause> چرا البته به استثنای قضایای ریاضی و منطق که تصور میشد فقط بر اساس اجزای قضیه صادقن از اینکه بگذریم مطابق معیار پوزیتیویست ها هر قضیه ای در اخلاق یا زیبایی شناسی یا دین و در واقع بسیاری از قضایای روزانه مربوط به امور روانی بی‌معناست. پس پوزیتیویستای منطقی میگفتند که صحبت کردن درباره دین بی‌معناست چون برای تحقیق در آن راهی وجود ندارد. ولی اهل فلسفه تحلیل زبان میگفتن پیش از اینکه بگوییم بی‌معناست اجازه بدهید نگاه دقیقتری بکنیم به اینکه درست چه مفاهیمی در آن به کار رود و چطور به کار رود و در این عالم خاص سخن چطور عمل می‌کند و چیزهایی از این قبیل. بله یعنی آنها نه تنها این حرف را می زدن بلکه خیلی هم علاقه من بودن که این حرف را بزنند. مرتب کتاب هایی با عنوان ایمان و منطق منتشر می کردند. این کار یک جنبه تنظامیز هم داشت چون همونطور که خودتان گفتید گرچه فلسفه تحلیل زبان بیش از پوزیتویسم منطقی به زبان دین توجه نشان میداد، ولی پوزیتیویست های منطقی دست کم این احترام را بان با می میگذاشتند که چون آن را از لحاظ تجربی بی معنا می دانستند بگویند لطفا بفرمایید

<applause> پیروان فلسفه تحلیل زبان میخواستم بگویند اینجا با صورتی از گفتار مواجه هستیم که مثل هر چیز دیگری یکی از صورتهای زندگی است و به این ترتیب به طور زمینی تعبیری کاملا انسانی از دین می‌کردند. مطابق این تعبیر دین و اعتقاد دینی هم مثل هر صورتی از زندگی مبین نیازهای انسان است البته دی زیادی از جمله بسیاری از افراد روحانی با این تعبیر موافقند ولی در آن زمان چنین برداشتی با تصور سنتی عمومی در مورد معتقدات دینی سازگار نبیده. بود. تا اینجا بین فلسفه تحلیل زبان و پوزیتیویسم منطقی فرق گذاشتیم ولی از همین اول فرق دیگری هم باید بگذاریم و این دفعه بین فلسفه تحلیل زبان و فلسفه زبان این دو واژان چنان به هم شبیه که کسی که با فلسفه آشنا نیست با آسانی ممکن است یکی را با دیگری اشتباه کند یا خیال کند که آنها دو اسم مختلف برای یک چیزند و واقعا هم ایرادی به او وارد نیست اگر ممکن است تفاوت این دو را مشخص بفرمایید اتفاقا فرق مهمی وجود دارد فلسفه زبان آنطور که من میفهمم یکی از شاخه ها یا یکی از حوزه های فلسفه است بخشی از فلسفه است که به طور اخص با مسائل ناشی از خود زبان سر و کار دارد و بازارش امروز هم خیلی گرم است و از بسیاری جهات موضوعی فوق فنی است و البته با زبان نظری تقریبا هم مرز می شود اما فلسفه تحلیل زبان یکی از شاخه های فلسفه نیست، یکی از روش های فلسفه است. روشی که در مورد مسائل فلسفی مطرح شده در کلیه شاخه های فلسفه می شود به کار برد. یعنی برای بحث درباره مسائل، اما از مسائل مابد و طبیعه یا اخلاق، مسائل مربوط به معنا و مفهوم و ضوابط اخلاقی که شخص ملزم به رایتان هست به کار می رود و همین همینطور برای سایر شاخه های فلسفه راهی نشان می دهد و روش های مشخصی برای بحث درباره آنها ارائه می کند و به خصوص بر آگاهی نسبت به زبانی که مسائل مذکور به وصل آن زبان مطرح می تأکید تاکید می کند. و البته نوید خاصی هم می اینطور نیست گفته می شد که هیچ محتوایی در هیچ بخشی از نظام مفهومی ما وجود ندارد که خودمان آن را آنجا نگنجانیده باشیم و به این ترتیب پس از تحلیل جامع و کامل اینکه هر مفهوم چگونه در آن نظام عمل می کند دیگر چیزی باقی نمیماند و به عبارت دیگر باستاب و نتیجه تحقیق فلسفی این است که سرانجام به حل مسئله منجر می شود. اینطور نیست؟ بله جمله ای که به کار می رفت و فکر می کنم هنوز هم گاهی به گوش می خورد این بود که مسئله حل نمی شود بلکه منحل می شود. گفته می شود که بسیاری از مسائل همیشگی فلسفه مبتنی بر سوء فهم است. مبتنی بر تصورات بیش از حد ساده است درباره چگونگی کار کرد زبان. همین که آگاه بشوید که زبان واقعا چطور عمل می کند همین که معناهایی را که ما واقعا به عبارات می دهیم بفهمید خواهید دید که نمی شود صرفا بعضی از الفاظ را پهلوی هم گذاشت و امیدوار بود که خودشان مقصدشان را پیدا کنند اینطور نیست که اندیشه خود به خود به سرعت برق از لابلای کلمات بگذرد و به واقعیت برسد فقط عمل ما معین می کند که مسائل ما چه معنایی می دهند موضوع دیگر این بود که معلوم شد هیچ یک از مسائل متعدد فلسفه تنها یک مسئله نیست مجموعه ای از نگرانی های مختلف و معماهای مختلف است که با فرمولی ساده به هم بست شدند و همین که به این مطلب پی ببرید و مسائل را به روش تحلیلی از هم جدا کنید خواهید دید که بسیاری از مسائل سنتی و همیشگی فلسفه حل می شوند بلکه ناپدید می شوند و دیگر نیازی به ترهان ها نیست نویدی که این امر میداد بسیار بزرگ و فوقلاده هیجان انگیز بود ادهی واقعا فکر می که کل فلسفه ظرف پنجاه سال به پایان خواهد رسید و همه چیز تمام خواهد شد چون تا آن وقت همه مفاهیم اساسی را به طور جامع و کامل تحلیل کرده ایم و دیگر کار ناتمامی باقی نمانده. یالا باقی... اقل از شر آنهایی که باعث ایجاد مسائل بنیادی فلسفی می شود یعنی مسائل سنتی بله. فلسفه بله. البته این با نوید دیگری که فلسفه تحلیل زبان میداد ناسازگار است پوزیتیویست های منطقی فلسفه را به علم گره زده بودند. همان چیزی که چند لحظه قبل آن اشاره کردید اه. اما اما همانطور که فرمودید پیروان فلسفه تحلیل زبان حاضر بودن هر چیزی را بررسی کنند و یکی از نتایج این امر این بود که فکر میکردن روش های فلسفی در مورد گفتار انسانی در هر حوزه‌ای به معنای واقعی کلمه قابل اعمال است هیچ دلیلی نیست که بر پایه این فرض فلسفه پزشکی و فلسفه اقتصاد و فلسفه جمعیت شناسی و فلسفه ورزش هم نداشته باشیم و هر چیز دیگری در هر زمینه‌ای مثلا پزشکی را در بگیرید از جمله مفاهیم خاص و محوری آن تندرستی، بیماری و درمان است که به محض اینکه به طور جدی مورد بررسی قرار بگیرند واقعا مسئله ساز می شوند بنابراین باید آن مسائل را هم حل کرد یا در واقع درمان کرد می توانید از فنون تحلیل فلسفی در موردشان استفاده کنید و از این راه تمام آن داده ها را در حوزه پزشکی هم دقیقا روشن کنید ولی این کار درست به همین دلیل که در هر حوزه گفتار انسانی به معنای واقعی کلمه عملی است پایان ناپذیر می شود یعنی اگر بخواهید همه واژه ها را تحلیل کنید ولی گمان نمی کنم کسی چنین تصوری داشته باشد که همه مفاهیم را می شود روشن کرد. آنها تصور می کردن که مسائل عمده را می شود منحل کرد. چون نظری وجود داشت مبنی بر اینکه این مسائل از کجا آمدند. بدون شک درباره پزشکی پاره ای مسائل فلسفی وجود دارند که باید با آنها جواب داد مثلا در مورد سلامت روانی ادهی خود مفهوم بیماری روانی را مسئله ساز می دنستن و پژوهش فلسفی بر همین اساس پیشرفته است اما در فلسفه تحلیل زبان معلوم شد که مسائل محوری از دو راه به وجود می آیند اول به علت مفاهیم بسیار کلی یعنی نه مفاهیم مشخصی مثل سلامت بلکه مفاهیمی که همه جا مطرح می شوند مثل اینکه چیزی عین چیز دیگری است یا اینکه چیزی علت چیز دیگری است یا مفاهیم زمان و مکان که در همه حوزه های گفتار به کار می روید. و همان کلیتشان سرچشمه پیدایش مجموعه اساسی از مسائل فلسفی شده است که باید سعی کنیم به فهم و درک آنها نائل بشویم دومین دسته مهم از مسائل اساسی مسائلی بود که در مرز بین انواع مختلف گفتار پیش می آمد. مثلا در مرز بین سخن گفتن از چیزهای جسمی و صحبت کردن از چیزهای روانی کتاب رایل به نام مفهوم ذهن که به آن اشاره کردید مشخصا کوششی بود برای اعمال روشهای تحلیل زبان در مورد سوالاتی از این قبل که از کجا می دانیم که سایر افراد هم تجربه های حاصل می کنند اینکه جسم جامد زنده ای افکاری داشته باشد چطور چیزی است و مسائلی از این قبیل البته اینها مسائل جدیدی نبود و وقتی به آن صورت در می آمد معلوم می شد از مسائل بسیار قدیمی فلسفه است اما نکته اینجا بود که زمینه این را با مسائل بسیار حاد می گرفتید و از این روش جدید در آن استفاده می کردید و بعد می که مسائل دیگر آنطور به نظر نمیرسند که قبلا می رسیدن و تبدیل می به یک سلسله درباره مفاهیمی که احیانا از عهده پاسخگویی به آنها برمیآیید گذشته از نوید انحلال همه مسائل که بدون شک فوقالعاده جذاب است چه دلیل دیگری برای خوشایند واقع شدن فلسفه تحلیل زبان نزد آن همه افراد روشنفکر وجود داشت چون به نمی نمیشود انکار کرد که آن فلسفه جذابیت سهراسایی داشت تصور میکنم دلایل متعددی در سطوح مختلف وجود داشته که این بود که فلسفه تحلیل زبان تقریبا به همه صورتهای مختلفش نوعی تزاد بین انگیزه های عمیق و جدی و سبک روزانه عرضه می کرد. مثال ها همه مثال های روزمره بود، کوششی عمدی برای پرهیز از اصطلاحات پرهیبت و فنی فلسفی وجود داشت صحبت به هیچ وجه مغلق و پرتونتراغ به نظر نمی آمد و چون احساس می کردید که به رغم ظاهر در واقع به کاری جدی مشغول شده اید نوعی لذت سقراتوار می بردید از اینکه از مطالب روزمره در راه مقصودی عمیق استفاده می کنید این سبک دو جور از آب در می آمد یکی سبک ویتگنشتاین و دیگری سبک آکسفورد که دومی عمدن خشک و تمسخرآمیز بود آن روزها جمله معروفی از آستین نقل می کردند. آستین سمینارهایی برگزار می کرد که در آنها از آزادی و اختیار و مسئولیت و این قبیل مسائل بحث نمی شود. بلکه درباره فرق بین کاری که قفلتن یا اشتباهن یا اتفاقا انجام بشود و امثال اینها سخن گفته می شود. غالبا یکی از کسانی که گزارش به این سمینار هم می بالاخر از آستین میپرسید، پروفسور آستین ممکن است بفرمایید که کدام یکی از مسائل بزرگ فلسفه با این پرس و جوها روشن می شود آستین جواب میداد تقریبا همه آن مسئله و فکر می کنم که این جواب مسئله را روشن می کند یعنی مسئله ای را که مطرح کرد تصور میکنم خیلی از افراد از پیش و افتاده بودن مثال ها گمراه می شدن. در تاریخ فلسفه فیلسوفی بود که البته متعلق به یک نسل قبل یک فیلسوف معروف اخلاق که چندین فصل یکی از کتابایش را این موضوع اختصاص داده بود که وقتی کتابی از کسی امانت میگیرید آیا باید آن را پس بدهید یا نه و اینکه هر کدام از این کارها را بکنید چه پیامدهایی دارد فقط یک فصل کتاب بله فقط یک بود. فصل بود بله ولی همان هم به شدت باعث شوخی و خنده شده بود البته موضوع اصلی آن کتابم آن مطلب ساده نبود بلکه درباره اصل و ماهیت تعهدات اخلاقی و مسائلی از این قبیل بحث میکرد در مورد فلسفه تحلیل زبان هم فکر میکنم این مسئله صحت دارد که همانطور که جناب مشخصا اشاره کردید گرچه فلاسفه تحلیل زبان مثالهای به ظاهر پیش پا افتاده می زدن، دلیلشان برای استفاده از آن مثالهای پیش پا افتاده به هیچ وجه پیش پا افتاده نبود می هیچ چیزی از آنچه می گفتن به مثالها وابسته نباشد درست است تصور میکنم از جهتی اینطور فکر میکردید که اگر مثالی واقعا پر ابهت یا هیجان انگیز یا ظاهرا عمیق بزنید با دو شق روبرو میشوید یا مثال واقعا عمیق است که در آن صورت یقینا آنقدر پیچیده است که نمی شود با آن شروع کرد و باید اول از مسئله روزمره شروع کنید تا کم کم به آنجا برسید. شق دوم این است که مثال قلابی است. به این دلیل بسیار مهم فلسفه ی تحلیل زبان موازین سنتی فساحت و بلاقت در فلسفه را کنار گذاشت. برداشت سنتی از عمق هم از نظر پیروان سبک آکسفورد و هم از نظر پیروان سبک ویتکنشتن مشکوک بود البته من شخصا تصور میکنم که بین این دو تفاوتهایی بود سبک آکسفورد آمیخته به تنز و تمسخر و تجهل و ابداع و ابتکار بود و در آن از سنگینی پرهیز میشد ویتکنشتین راستی و درستی و جدیت و نیز نوعی تنفر مذهبی از ابداع و ابتکار را برای پیروانش به ارث گذاشت فیلسوفی روزی به من گفت که همیشه دو انگیزه برای اشتغال به فلسفه وجود داشته کنجکاوی و رستگاری این دو انگیزه تقریبا با آن دو سبک و دو جازبه مختلف علیشان مطابقت دارند پیروان هر دو سبک جویای فهم و درک امور روزانه بودند و نیز درک و فهم از طریق آن امور و چون انتظارات متعارف کسانی را که فلسفه را چیزی عمیق و اطمینان بخش می‌دانستند برآورده نمی‌کردند باعث خشم و رنجش می‌شدند اگر اجازه بدهید یک چیز دیگر هم درباره مثال‌های غیر مهیج و پیش پا افتاده اضافه کنم من شخصا فکر می‌کنم که استفاده از چنین مثال‌هایی در گفتگو از ادراک حسی یا معرفت شناسی به مراتب درستتر بود تا در بحث از اخلاق یا سیاست بی نیست که فلسفه سیاسی هرگز تحت رژیم تحلیل زبان رونق پیدا نکرد یکی دیگر از دلایل جاذبه فلسفه تحلیل زبان این بود که نوعی آگاهی درباره کاربرد زبان القا کرد که خیلی مفید بود نوع جدیدی از مسئولیت را القا کرد به معنای تصدیق به اینکه برای بیان مطالب خود اهمیت دارد دقت و وسواس به خرج دهی بله به نظر من خیلی به نظر من خیلی مهم است که بدانیم ماهیت این آگاهی چه بوده و و جالب این که بعضی ها از فلسفه تحلیل زبان انتقاد کردند که مته به خشخاش میگذارد و چیزی جز فرهنگ نویسی نیست پیش پا افتاده است و بیش از اندازه در مورد نکات ریز صورتبندی لفظی دقت و توجه به خرج می دهد. در صورتی که شعرهایی مانند آدن در بیشتر آثارش و نویسنده فوقلاده آگاهی به نام ییت هم طالب این چیزها بودند و احساس میکردند که درستی و استحکام معنا یعنی بیان دقیق و بیکم و کاست آنچه اراده می کنید و آگاه بودن به اینکه چنین چیزی هست خودش سدی در برابر فساد، هرزگی و ارعاب و بریز و بپاش است. افرادی مثل کارل کراس و جورج اورولم در ادبیات به خصوص در این باره مطلب نوشتند. بله، یعنی ایستادگی در برابر آلودگی ذهن در نتیجه پریشانگویی به یاد داشته باشیم که ویتگنشتاین اهل وین بود و در آنجا این امر مدتهای مدید مایه نگرانی عمیق بود در آکسفورد مطالب به این صورت بیان نمیشد چون خود این بیان پرتومتراغ به نظر می رسید ولی بدون شک باز هم یکی از انگیزه ها بود و به نظر من انگیزه مهمی بود بقیده من آکسفورد که من و شما هر دو در آنجا این درس را خانده ایم در آموزش جوانان یعنی دانشجویان روش فوق ارزشمندی پیش گرفته بود یعنی این پافشاری بر ضرورت روشنی کلام و مسئولیت و توجه جدی به تمایزات کوچک در معانی گذشته از اهمیت فلسفی آن آموزش ذهنی بسیار خوبی هم بود بله یقینا جنبه های بسیار مثبتی داشت ولی باید گفت که از این جهت دارای جنبه های منفی هم بود من میخواهم بعدم به این نکته بپردازیم هنوز زود است اه... تا اینجا درباره پایبندی به وضوح و روشنی صحبت کردیم و این موضوع که دو سال دیگر پیش میآورد آورد و عقیده اکثر مردم برجسته ترین فیلسوف تحلیل زبان ویتکن دوره دوم بود اما کسی نمیتواند بگوید که او واضح و روشن هم مینوشت برعکس و عقیده من خیلی هم مشکل مینوشت و من میخواهم این نکته را به موضوع دیگری رفت بدم که شاید شما مایل باشید جداگانه دربارش بحث کنید فلاسفه تحلیل زبان چون چون این پای بندی پرشوری نسبت به روشنگویی داشتند، بعضی از فیلسوفانی را که مطالبشان را روشن بیان نمی کردن، به دلیل روشن نگفتن عمیقا و واقعا عمیقا دست کم می و تحقیر می بزرگترین نمونه در این زمینه هگل است هنگامی که من و شما دانشجوی دوره لیسانس بودیم بیشتر فلاسفه هفهی هگل را با نهایت تحقیر رد می کردن به این دلیل که کلامش غامز و نامفهوم بود آثارش چرند است و ارزش بررسی جدی ندارد و او را به تمسخر میگرفتند ولی این گفته ها مسلما اشتباه بود یا لاقل امروز میفهمیم که خطا بود به عبارت دیگر روشنی و وضوح ارزشی در فلسفه پیدا کرده بود که امروز دقیقا میبینیم فاقد آن بوده است تصور میکنم معلوم شده که روشنی مفهوم پیچیده‌تر از زان است که مردم یا بعضی از مردم در آن زمان فکر میکردن به نظر من مورد هگل مورد پیچیده است که من نمیکنم تنها دلیلش دشوار بودن او باشد دلیل اصلی این بود که او به طرز خاصی دشوار است مثلا تصور نمی کنم کانت هرگز با آن اندازه که اشاره کردی ترد و تحقیر شده باشد فکر نمی کنم کسی بگوید کانت یا زبان کانت آسان است <applause> بله. بخیده من باید اضافه کرد که بعضی دلایل خاص تاریخی وجود داشت که هگل از حیث ایدولوژیک در معرض بدگمانی بود چون تصور میکردن تا تا او با انحراف توتالیتر و گروگش به هیتلر در شعور آگاهی آلمانی ها ارتباط داشته که احتمالا تصور خطایی بود ولی نوعی خطای منوس بود بنابراین این زمینه تاریخی برای آن وجود داشت ولی به هر حال حق با شماست که میگویید نگرش موجود در آن زمان نسبت به تاریخ نگرشی بسیار انتخابی و از جهتی تابع مفهوم خاصی از وضوح و روشنی بود حالا اگر از این موضوع به مسئله تفاوت سبک ویتگنشتاین با مثلا سبک آستین که قبلا هم با آن اشاره کردیم برگردیم و تفاوت موجود را اینطور بیان کنیم که سبک آستین به گونه ای روشن است که سبک ویتگنشتین نیست تصور میکنم هدفمان این باشد که آستین بیشتر از ویتگنشتین به معنای تحت و لفظی واجه ها توجه داشت در کتاب تحقیقات فلسفی ویتگنشتین کمتر جمله ای وجود دارد که کاملا روشن نباشد جمله ها نه از نظر دستوری مبهم است و نه اسم نامفهوم و پیچیده ای در حسن چرا این جمله ها را نباشد. درست است جمله هایی از این قبیل که اگر شیر حرف بزند ما نخواهیم فهمید سوال این است که چرا این جمله اساسا نوشته شده و من, من تصور میکنم یکی از دلایل این که فهم آن دشوار است وجود نوعی ایهام در آن است ایهامی بسیار عمیق در خصوص اینکه جمله تا چه اندازه به درد استدلال نویسنده میخورد در نوشته های آستین یا در عدهای از فلسفه تحلیل زبان استدلال های سریحی وجود دارد کلمات و عباراتی مانند بنابراین چون اکنون به طرز مشخصی ثابت خواهد شد فراوان دیده می شود اما این کلمات در ویدگنشتاین فوقلاده کمیاب است نوشته هایش تشکیل می شود از نوعی گفتگوی عجیب با خودش و بعضی نکات نقض و یاداوری ها و امثال این که مرتبط است با نظر بسیار قاطع و بنیادی او در خصوص اینکه فلسفه ابدا به دلیل و برهان ربطی ندارد. نظریه عجیب و افراطی او در این زمینه این است که مسائل فلسفی را نمی توان با بحث و جدل با دیگران حل کرد. جایی میگوید باید از این طریق به ساحت فلسفه نزدیک بشویم که همه یادآوری ها را درباره اینکه چگونه جلو می رویم یعنی چیزی که فلسفه ما را مستعد از یاد بردن آن می کند جمع کنیم. این دیشه به تلاش برای وادار کردن مردم به اینکه چیزها رو به نحوه معینی ببینند نیست یعنی کاری که آثار هنری به خصوص نمایشنامه ها و رمان ها به اضافه اینکه وقتی چیزها را به نحوه معینی ببینیم در واقع به نحوه می که هنوز با ساده سازی های نظری و مفرات فلسفه خراب نشدهاند هیچ نوعی از انواع فلسفه تحلیل زبان در مورد دلیل و برهان به تندی عقاید ویتگنشتاین نبوده ولی بچه مشترکشان با او کوشش برای بازیافتن پیچیدگی تجربیات عادی بود معنای وضوح و روشنی در اینجا با قرار دادن پیچیدگی به جای ابهام و عدم وضوح ارتباط دارد فلسفه اجازه دارد پیچیده باشد چون زندگی پیچیده است یکی از بزرگترین اتهامات به فیلسوفان گذشته این است که گرچه ناروشن و دشوار و صغیر بودند ولی در واقع جز ساده سازی های بزرگ کاری نکردند مثلا درباره تضاد بین بود و نمود حرف ها زدند ولی اگر درست فکر کنید که چیزها چطور ممکن است یک طور بنمایند و واقعا طور دیگری باشند یا واقعیت ممکن است چطور تعبیر شود آن وقت ملاحظه می که مجموعه افکار ما در این باره به مراتب پیچیده تر از چیزی است که اول خیال میکردید چند دقیقه قبل در این باره صحبت میکردیم که مثلا 20 سال قبل در هنگام طلوع فلسفه تحلیل زبان چگونه مردم متمایل به این فکر بودند که مسائل بنیادی فلسفه با استفاده از روش جدید در ظرف 20 سال حل خواهد شد. امروز آن 20 سال گذشته و مسائل اساسی فلسفه تحلیل زبان همچنان لاینحل باقی مانده است پس با وجود محسنات بزرگی که فلسفه تحلیل زبان داشت و درباره آنها صحبت کردیم واضح است که خطایی اساسی در انتظار آن فلسفه از خودش و بنابراین شاید در تصورش از خودش وجود داشت اجازه بفرمایید حالا درباره آن کمبوتا و نارسایی ها صحبت کنیم اولا تا کنون چند طلوع انقلاب فلسفی وجود داشته که فعل بداهه می توانیم از پنج فقره یا نام ببریم و مردم در هر مورد گفتن چرا فلسفه تا به حال دست و پا زده و به جایی نرسیده حالا دیگر به راه درست افتاده ایم همه ی این انقلاب های فلسفی پس از چندی به مشکلات ناشی از روش های خودشان برمیخورند. فلسفه ی تحلیل زبان از این جهت منحصر به فرد نبود و به نظر من اشتباهش یا بهتر بگویم محدودیتش اساسا دست کم گرفتن اه اهمیت نظریه بود البته در مورد ویتگنشتاین به جای دست کم گرفتن باید از واژه ترد کامل استفاده کنیم به موازات آن تمایلی به دست کم گرفتن اهمیت نظریه در رشته های دیگر هم وجود داشت من فکر نمی کنم که پیروان فلسفه تحلیل زبان تصور روشنی از اهمیت نظریه حتی در علوم داشته باشه اجازه بدهید ببینیم آیا من منظور شما را از دست کم گرفتن اهمیت نظریه درست فهمیدم یا نه تحلیلگران زبان مفاهیم را یکی یکی با موچین برمی و مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار میدادند و گاهی مثل آستین این کار را عملا بدون از هر چیز دیگری میکردند یعنی بدون رجوع به هر گونه نظریه تبیینی به عنوان زمینه آیا منظورتان این است این بخشی از منظور من است ولی فقط مسئله دامنه تحقیق مطرح نیست مسئله انگیزش هم هست تصور میکنم کاری که ما میکردیم این بود که فلان تمایز و تقابل را میگرفتیم و با احتیاط در آن بعضی رو بمهایش دقیق میشدیم و بدون تعمل کافی درباره اینکه چه زمینه ای باعث شده که این دسته تمایزات خاص به جای دسته دیگری جلب نظر کند یا واجد اهمیت بشود همه را مرتب میکردیم یا به بیانشان میپرداختیم جز به جز به موضوع پرداختید در واقع این همان کلمه است که غالبا شما خودتان در وصف فعالیت آدم به کار می بردید. این دور نیست؟ چرا غالبا جز به جز واجه ای تحسین آمیز است آستین تشبیهی بکار کار میبرد که ماهیت امر را به خوبی آشکار میکرد وقتی که دیگران از افزایش تمایزات موجود در زبان شکایت میکردند میگفت چرا مردم باید از این تنوع و تمایز حراسان باشند وقتی هزاران نوع مختلف از فلان حشره وجود دارد پس چرا ما نتوانیم به همان اندازه تنوع و تمایز را در زبان کشف کنیم البته پاسخ این سوال این بود که اساس فرق گذاشتن بین انواع مختلف سوسک نوعی درک نظری از این امر است که چه چیزی مایه تفاوت انواع از یکدیگر می شود و این درک را ما از نظریه تکامل می گیریم. تا وقتی که به عنوان زمینه نوعی درک نظری نداشته باشید هر چیزی تا دلتان بخواهد با هر چیز دیگر تفاوت دارد یعنی باید بدانیم چرا تفاوت و تمایز خاصی از نوع دیگر مهمتر است به عبارت دیگر باید یک چارچوب آره. مرجع داشته باشه چارچوب مرجع همون آره، فکر می, می کنم گفتن این نکته ضروری است و این چیزی بود که به اندازه کافی مورد قبول واقع نمی شود. البته افراد به درجات مختلف قائل به این بودند که باید در فلسفه کم کم و در طول زمان جلو رفت ولی تصور می‌کنم ضرورت تصدیق به اینکه زمینه ای از درک و فهم نظری و منظم مسائل را پیش می و تمایزات را مطرح می کند عموما نادیده گرفته می شود. فکر می کنم این نکته بیش از مسئله دیگر مورد بحث و گفتگو بود قبلا اشاره کردم که فلاسفه تحلیل زبان چطور آماده بودند که که جعبه ابزارشان را به هر حوزه از انواع گفتار ببرند در مرحله فعلی بحث این واقعیت را می شود به یکی از نارسایی های مهم فلسفه تحلیل زبان ربط داد فلسفه تحلیل زبان از این جهت که فلسفه را جدا یا دست کم جدا شدنی از هر موضوعی بدانند افراد می‌کردند. به یاد دارم که حدود پانزده سال پیش یکی از برجسته ترین فیلسوفان این کشور به من گفت برای اینکه در فلسفه ماهر باشید لازم نیست چیزی بدانید فقط باید باهوش و به موضوع علاقه من باشید <applause> فکر می اقلا این یکی از واقعی راستگوتر بوده چون خیلی اینطور فکر می‌کردند، ولی روی گفتنش رو نداشتن. و این خودش همونطور که از گفته شما برمیآید از جهت تاریخی جالب و محل تعمل است و نشان میدهد که وضع از چه قرار بوده به عبارت دیگر به عبارت دیگر روی دیگر همان حرفی است که قبلا درباره معنای انقلابی این فلسفه میزدیم یکی از دلایل مؤثر واقع شدن فلسفه تحلیل زبان ایجاد این احساس در اشخاص بود که ماهیت فلسفه تا کنون درست فهمیده نشده و مردم طوری به فلسفه پرداختند که انگار از قلم روی فلسفه نقشه برمیدارند و یا دستن در کار چیزی فوق علوم هستند ولی حالا ما درباره فلسفه به خداگاهی رسیده ایم و دیگر نمیتوانیم فرض کنیم که فلسفه این طور است همانطور که قبلا گفتم در ویتگنشتاین این خداگاهی به آنچنان درجه ای از شک و تردید عمیق رسیده بود که او حتی درباره وجود فلسفه هم تردید می کرد. البته این نکته رو در نظر می گرفت که فلسفه ممکن است اختلالی ژرف باشد که وقتی تصور ما از خودمان اشکال پیدا می کند به وجود می آید. آن احساس انقلابی درباره فلسفه باعث ایجاد این احساس عمیق و مفرد در خیلی از افراد شد که فلسفه چیست و بعد احساس دیگری در آنها برانگیخت که فلسفه از بیخوبان با هر چیز دیگری تفاوت دارد و این به نوبه خود باعث این فکر شد که مثلا علوم در نفس خودشان ممکن نیست کیفیت فلسفی داشته باشند یا حتی بهره ای از فلسفه ببرند فلسفه این طرف بود و موضوعات علوم آن طرف ولی تصور میکنم امروز مردم دوباره آگاهی پیدا کردند که بخشهایی از علوم خودشان فلسفه علم هند. بخشی بخش از زبانشناسی فلسفه زبانشناسی است و قسمت بزرگی از روانشناسی فلسفه روانشناسی است حوزه هایی هست که در آنها باید هم صاحب مهارت های فلسفی باشید و هم معرفت به علوم یا موضوعات مربوطه داشته باشید در نهایت جدا کردن فلسفه از همه حوزه های دیگر امکان پذیر نیست این گونه جداپنداری فلسفه ای به دیگری هم در شیبه برخور ایجاد میکرد و آن فقدانش هم به تاریخی بود فلاسفه تحلیل زبان به این نکته پی نبردن که مفاهیمی که تحلیل میکنند هر کدام تاریخچه ای دارد عجیب بود که به نیات و مقاصد افراد استفاده کننده از زبان در گذشته که نحوه استفادهشان از زبان مورد بحث بود تقریبا هیچ توجهی نداشتند و باز عجیبتر اینکه فلاسفه زبان گرچه میگفتند کاربرد کلمه بالاترین معیار معناست و هیچ چیزی بالاتر از آن نیست همیشه از این واقعیت ساده غافل بودند که کاربرد دائما در حال تغییر است به نظر من در اینجا دو نکته متفاوت وجود دارد نکته اول این است که هر مفهومی تاریخچه ای دارد هر مفهومی را که در نظر بگیرید دارای تاریخچه ای است و در این مورد به عقیده من برخورد فلاسفه تحلیل زبان گرچه تا حدودی بسته و محدود بود اما قابلیت دفاع داشت می گفتم بگذارید به قضیه به نظامی که از لحاظ عملی کاربرد دارد نگاه کنیم این طرز برخورد از جهتی مثل نوع خاصی از مردم شناسی بود چون وجوه مشترکی باند ولی وقتی میخواستن افکار لاک یا دکار یا هر فیلسوف غیر معاصر دیگری را بسنجن طوری با او بحث میگردن که انگار در سالن دانشکده کنار هم نشستن بله این نکته مهم است وقتی میرسیم به تاریخ فلسفه البته سوالات دیگری مطرح میشود و شک نیست که شیوه برخورد آنها با خیلی از فلاسفه گذشته دارای کیفیتی بود که میشود اسم آن را نوعی خصلت قوی برخلاف زمان گذاشته در ستایش این روش یکی گفته بود که ما با فلسفه های گذشته طوری رفتار میکنیم که گویی همین ما در یکی از مجله های فلسفی چاپ شدند آیا نمیتوانیم بگوییم که یعنی واقعیت این است که از دیدگاه نظری این مسئله قابل دفاع نیست منظورم این شیوه برخورد با نوشته های فلسفی دورهای قبل است که واقعا مسخره و غیر است واقعیت دیگر این است که روش مورد نظر اتفاقا تا اندازه‌ای سمر بخش و شوغانگیز بود و میراسی محکمتر از بعضی دیگر از انواع تاریخ فلسفه بر جای گذاشت که وضع انفعالی دارند و فقط, فقط نگرانند که مبادا برخلاف زمان از آب در بیایند. تا اینجا درباره نواقص و نارسایی های فلسفه تحلیل زبان صحبت میکردیم که به نظر من هر کدامشان نقیصه واقعی است. حالا میخواهم اشکالی را مطرح کنم که شاید به نظر شما واقعا اشکال نباشد. با این حال منشأ رایج ترین انتقاد از آن است. افراد غیر فیلسوف همیشه فلسفه زبان را پوچ و بیهوده دانستند و هنوز هم میدانند. آنها میگویند فلسفه تحلیل زبان کاری به جز بازی با الفاظ ندارند و سرسری و سطحی و از این قبیل نظر شما در این باره چیست؟ جواب من این است که بخشی از این فلسفه بدون تردید اینطور بوده مطلب به خشخاش گذار و پوچ و بیفایده و ملال بوده ولی در هر دوره ای و به دست هر کسی لاقل 90 درصد در فلسفه اگر نگوییم بیشتر چندان فایده ای نداشته و بعدها هم فقط به درد مورخان خورده است این حکم درباره بسیاری از رشته ها صدق می کند ولی به خصوص در مورد فلسفه صادق است پس تعجبی ندارد که مقدار زیادی از فلسفه تحلیل زبان چیز خوبی نباشد یعنی چون مقدار زیادی از هر فلسفه چیز خوبی نبوده اما فلسفه تحلیل زبان به طرز خاصی بد بود یعنی پوچ و بیهوده و سبکسرانه بود به جای اینکه مثل مقدار زیادی از بقیه فلسفه ها و میان توهی و کسالات باشد فلسفه های بعد بر دو نوع هست فلسفه های لفظگرا و متب خشخاش گذار و فلسفه های قلابی تخصص فلسفه تحلیل زبان در این بود که به معنای مطب خشخاش گذاشتن بد باشد و البته اگر قرار از فلسفه بد باشد از بعضی جهات مطب خشخاش گذاشتن شرافتمندانه تر از قلابی بودن است اما از اینکه که و اگر از مثالهای بدی که میزدن صرف نظر کنیم آن اتهام بی اساس بود آنچه به سبکسری و بازیگوشی تعبیر شده یعنی دغدغه درباره اینکه فلان جمله ها در واقع چیست عنصر اساسی و مقوم آن نوع فهم و درک زبان بود که قبلا به آن اشاره کردیم مثل تلنگری بود که به جمله بزنند تا ببینند چه صدایی از آن بلند می شود از گفتگوهایی که قبلا با هم داشتیم میدانم که شما سخت با این فکر مخالف هستید که کسی بگوید نگران نباشید که من چه میگویم مهم این است که مقصودم چیست این فکر خیلی است چون زحمت را از دوش گوینده بر پیروان انواع فلسفه زبان در این که دیگر نگذارند مردم چنین حرفی بزنند از آن مهمتر چنین احساسی داشته باشند خیلی مهارت داشتن یکی این بود و دیگر اینکه کسی بگوید معنایی که در نظر دارم روشن است همان جمله‌ای که گفتم مقصود را به شما میرساند ولی اگر نرساند تقصیر شماست که قوه تخیلتان درست کار نمی کند. ما در قبال کلماتی که به کار میبریم مسئولیت داریم چون معنای مورد نظر ما فقط در درون ما نیست و از آنچه می خواهیم بگوییم مستقل نیست معنایی که اراده می کنیم در همان جمله های ما است تصور می کنم شما ترازنامه بسیار خوبی تنظیم کردید ولی آخر سر در دست ما چه باقی می ماند؟ میراسی که به ما می رسد چیست؟ اجازه بفرمایید برای شروع جواب به سوالی که کردم نکته ساده ای را بگویم میراسی که به ما رسیده میراس بزرگی است من قبلا هم در بحث مختلف بر این نکته تاکید کردم که فلسفه زبان در ماهیت کار همه کسانی که امروز به فعالیت فلسفی میپردازن مؤثر باقی شده است ولی از این که بگذریم آخر کار چه در دست ما باقی میماند تصور می کنم آنچه برای ما باقی می ماند همان نکته است که چند لحظه پیش درباره مسئولیت ما در قبال معانی مورد نظرمان به طور خلاصه بان اشاره کردیم و از این اندیشه که مسائل فلسفی ضرورتا همان شکلی را که سنت به آنها داده نخواهند داشت یعنی این فکر که آنچه اسمش را مسئله فلسفی گذاشته ایم اغلب دلنگرانی خاصی است که باید با حساسیتی که پیروان فلسفه تحلیل زبان توصیه اند، در آن کاوش کنیم اینها همه میراس های به واقع مثبتی است و وقتی آنها را جمع کنیم با توجه مجددی که امروز فلسفه نسبت به نظریه نشان می دهد ترکیب فوقلاده سمربخشی از این دو عامل به دست می آید. یکی از واقعیات تاریخی کوتاه مدت و جالب این است که گرچه فلسفه امروز حتی با 25 سال پیش بسیار فرق دارد و مردم امروز در زمینه فلسفه کارهایی می کنند که با کارهایی که ما در دهه 1950 می کردیم تفاوت اساسی دارد ولی روش کار در فلسفه به مراتب کمتر از معمول در موقع این گونه تغییرات مردود واقع شده است در اینجا منظورم عمدتا برخوردی است که فلاسفه تحلیل زبان با مثلا پوزیتیویسم منطقی دارند گرچه ما با موانع و محدودیت های خاصی در آن زمان مواجه بودیم که حالا دیگر تقریبا وجود ندارند مایلم ما بر این نکته تأکید کنم که برخورد ما اینطور نبود که بگوییم سخنان آنان ام سست و بیپایه بوده است در حالی که ما امروز بهترین روش انجام کار را در اختیار داریم و همه چیز را می دانیم یعنی مردم مدهیند که ما همه چیز را در اختیار داریم و میدانیم مردم <تصفح> همیشه از این حرفا زدن و هیچ فرق همه چیز را در اختیار نداشتن ولی میدانید احساس مشارکت و نقش مثبت صرفا این نیست که نسبت به زبان تا این درجه حساسیت به خرج بدهیم بلکه پذیرش این نکته اساسی است که ما قادر نیستیم مستقل از این کلمات و واجه هایی که به کار میبریم و به زبان میآوریم به حقیقت فلسفی دست پیدا کنیم این واقعیت مهمی برای ماست و در واقع طرح و قالب زندگی ماست و نیازهای فلسفی ما با این کلماتی که ادا میکنیم عجین شدهاند جنبه از میراث تحلیل زبان که من بالاترین ارزش را برایش قائلم تعمیم پژوهش فلسفی به موضوعات جدید است ما قبلنم هم در این باره صحبت کردیم که میتوانیم روش‌های تحلیل زبان را درباره مفاهیم هر زمینه‌ای به کار ببریم و همین امر باعث ایجاد فلسفه اقتصاد فلسفه تاریخ و خلاصه زمینه های جالب توجه دیگر شده و من فکر می این میراث فوق ارزشمند و بسیار مهم است اندیشه که به این تحولات کمک کردیم بود که فلسفه با بازاندیشی درباره زبان سر کار دارد و در عین حال دارای هیچ موضوع خاصی که متعلق به خودش باشد نیست. امروز هم چیزی که به این تحولات کمک می کند و قبلا هم با اشاره کردیم این واقعیت است که مرزهای سفت و سخت بین فلسفه و علوم مرتبه اول عمدتا محو شدن. فلسفه تحلیل زبان یقیناً به ظهور این موضوعات کمک کرده است. با این حال به نظر من یکی از محدودیت‌های فلسفه زبان به خصوص صورت آکسفوردی آن در دهه که عموما ضعف مهمی محسوب میشد یعنی نوعی مت به خشخاش گذاشتن در مورد معانی حقیقی الفاظ در پیگیری این موضوعات تاثیر نامطلوب گذاشت در آن زمان این گرایش وجود داشت که وظیفه فلسفه این است که مرزهای مبهم و نامشخص بین مفاهیم و اندیشه ها را در هر زمینه یا موضوع مورد مطالعه ای یا بین آن موضوع و شعور انسانی روشن و مشخص کند مثلا از طریق روانکاوی مفاهیمی در زبان رخنه کرد که قبلا وجود نداشت مثل آرزوهای ناخداگاه یا اعتقادات ناخداگاه و همین امر مشکلات زیادی ایجاد کرد چون قبلا ما این واژه ها را نمی شناختیم و فلاسفه فورا به این فکر افتادند که این واژه ها را ترد کنند و یا آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهند تصور می‌کنم فلسفه تحلیل زبان این معنای مهم را دست کم گرفت که اکتشافات جدید علمی خودشان جای مفهومی خودشان را باز می و به اصطلاح با شیوه های غیر مترقبه ای که ابتدا ممکن است افسار گسیخته و بیش نامفهوم به نظر برسند بخشهایی از زبان و اندیشه های پیرامون خود را میشکنند و تکه تکه می کنند. این اینکه بسیاری از ثمربخشترین اندیشه های ما ممکن است ضرورتا ناسنجیده و ناروشن باشند فکری است که فلسفه تحلیل زبان دست کم به صورت آکسفوردی محل کافی برای آن نداشت نکته که در خاتمه میخواهم راجع به فلسفه تحلیل زبان بگویم این است که اگر این فلسفه به صورت یکی از روش ها به کار برود همچنان ارزش فوق و ماندگاری خواهد داشت و فقط در صورتی از ریشه معیوب خواهد بود که نه یکی از ابزارها بلکه برداشتی سراسری و جامع از کل فلسفه تلقی بشود تا یه دوره ای در دهه های 1940 و 1950 بسیاری از فلاسفه گمان میکردند که فلسفه اصولا یعنی همین آن فکر نادرست بود ولی اگر حد خودش را به عنوان یکی از روش های جنبی و فرعی نگه دارند تصور بکنم هرچه درباره ارزش آن بگوییم کم گفته ایم. بله هر کسی که به فعالیت فلسفی میپردازد نمیتواند همه ابزارهای فلسفی را برای همیشه به کار ببرد. بعضی از ابزارهای دهه 1950 را ما امروز نمی توانیم به کار ببریم چون افکاری که با آنها شکل داده بود دیگر امروز قانع کننده به نظر نمی رسد. از طرف دیگر فقط کسی میتواند از کل محتویات آن جعبه ابزار استفاده کند که افکار شکل دهنده به آن را بپذیرد. افکاری که به عقیده من تصورات و برداشت‌های ما را از فلسفه و زبان و ذهن عمیقا جرح و تعدیل کردند و هنوز هم خیلی متشکرم あ <music>